من چند روزی که دارم اخبار میگیرم، واقعا یک حادثه خیلی وحشتناکی در ماه مبارک رمضان، یک بمبگذاری انتحاری در قلب کابل افغانستان در ماه مبارک رمضان، 90 کشته، 470 تا زخمی، زن، بچه، کودک، پیرمرد، هر چی میخوان جمع بکنن جمع نمیشه. یک حادثه خونین توسط یک انسان شروری از خدا بیخبر که یه بمبی به کمرش میبنده. تو اگر میخوای آمریکایی رو بکشید، برو مقابله با سربازا بکن. تو مرکز شهری که مسیر تردد بندگان خداست، تو خیابانها زن و کودک و پیرمرد و چقدر قدرت داشته که تا شعاع 3 کیلومتر، بعضی جاها 4 کیلومتر شیشه ها رو در هم ریخته. خسارت مادی که قابله، ولی 90 نفر کشته تو ماه مبارک رمضان، ماه آرامش، ماه امنیت، 400 خورده ای زخمی. جا داره من تسلیت بگم و اظهار همدردی بکنیم با مردم خوب و دوست داشتنی و عزیزانمون، برادرها و خواهرانمون در افغانستان عزیز و دوست داشتنیمون که سالهای سال مورد طمع دشمنان اسلام واقع شدن. قبلا انگلیس، بعدش روسیه وارد شد، الان کل کشورهای دنیا اونجا. حالا از یک دشمن انسان انتظار نداره، ولی از یک خودی انسان انتظار داره. اسلام دین صلح و صفا و آرامش و اخوت و برادری و دوستی و محبت و گذشت و خیرخواهی و مهربانی و صفا و صمیمیت و مهرورزی و نگاهمون باید به هم دیگه نگاه خوبی باشه. نگاهمون به هم دیگه نگاه خونینی نباشه. خداوند این نگاه رو حتی به بندگان کافرش نداره. با وجودی که اعلام جنگ با خدا کردن، روزی بهشون میده. ولی خیلی از مسلمان ها امروز دستشون تو دست دشمنان برادرکشی دارن میکنن، ابزار و آلت دست دشمنان اسلام برای قتل عام برادر و خواهر مسلمانش. این تکفیر و این خشونت و این نگاه بد و نابود کننده نسبت به خواهر و برادر مسلمان، اصلا به انسانها. میگم اسلام دین صلح و صفا و آرامش و امنیت و اخوت و برادری و دوستی و مهرورزی است. جا داره من تسلیت بگم خدمت همه عزیزانمون، کل مردم، همه داغدارن و عزادارن الان، و خداوند بهشون صبر بده. اونایی که به رحمت خدا رفتن در زمره شهدا باشن و با شهدا محشور باشن، و اونایی که زخمی شدن خداوند شفای عاجل بهشون بده، بازماندگانشون خدا بهشون صبر بده.